عالم امشب سیاه به تن دارد، بس که داغ ابوالحسن دارد، داغ تنها سر شکافت نیست، علی از داغ انجمن دارد. داغ یکی دوتایی نیست، داغ فقدان سید بطها، داغ هر روز تازه زهرا، داغ نیزه به قلب قرآن و وحی افتاد زیر پای جفا، داغ رأی مذاکرات سیاه، چه صلاحی که رفت در بیراه، مکر بن آس و سادگی خواص که علی را نمود خلع سپاه، سر نیزه که رحل قرآن شد، وقت تضعیف مرد میدان شد، آخرین ضربه های مالک بود، اشعری شیر شد، رجز خان شد، تیر قوم جمل کشان یک سو، زهر خشک مقدسان یک سو، داغ شلاق داغ سلب امید، داغ تسلیم نخبگان یک سو، اشعثی فتنه در سپاه انداخت، اشعری سنگ را به چاه انداخت، در حقیقت به اسم خیر و صلاح اشعری جنگ را به راه انداخت، شر شد و فتنه شد، تلاطم شد، امر مولا در این میان گم شد، رشته افتاد دست جاسوسان، اشعری انتخاب مردم شد، اگر آن بزدلان در صفین جای تهدید جان حق یقین پیروی از امام می کردند، وضع بسیار بود بهتر از این، نه خوارج
به عرصه آمده بود و نه امروز داعشی موجود، نه حرم خانه خدا می سوخت، نه اثر بود از یهود و سعود. پسر آس راه را چرخان، همه را امت پیامبر خواند. اشعری رام حرف زیبا شد تا که سفیانیش برادر خواند. ابلهی در نشست نافرجان با زبان و تبسمی شد خام. حق مولا دوباره غارت شد، حق مردم به باد رفت تمام. آل سفیان کنون کم آورده، پدرش را یمن در آورده. آن که می گفت جنگ در ایران، حال قرآن به نیزه ها کرده. جنگ ما جنگ بین فقر و غناست، هر که با مرتضاست با فقراست. دو سه تا ضربه مانده تا نصرت، یمن امروز اشتر مولاست.